یک درود شریف فقط. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خدمة جوانان، نوجوانان عزيز، أساتيد غرامي، شنونده های صفحات اجتماعی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما جلسه را از ابتدا تا به حال که مطالعه می کنم، استادشان قرآن می خوانه، مدیر مسئول این مرکز تربیتی از ناله های نیمه شب صحبت می کنه، طفل این مکتب کنه و خواهر این مکتب از حجاب صحبت می کنه. برای دشمن بگویم که برنامه هایتون ناکام هست. تکبیر الله ما ایره خوشحالی درونی که فعلا ما در قلب خود دارم ای کاش در کلمات بیان میشه، ای کاش میتونستیم زیبایی مجلس را و معنویت مجلس را و خوبی مجلس را ما میتونستیم در کلمات ناقص خود بیان بکنیم، ولی با یک کلمه برتان میگم: مبارکتان باشه ای تو خوشبختی، مبارکتان باشه ای تو مرکز، مبارکتان باشه ای تو استادا. موضوعی که من میخواهم رویش صحبت بکنم، من حیث یک استاد صحبت نمیکنم به خاطر که اساتید ما ایجا حضور دارن، همه ای ما که ایجا صحبت میکنم بالاخص خود من حیث همسنفی تا ایجا صحبت میکنم. موضوعی که مد نظر هست که باید موردش صحبت صورت بگیره در مورد ویژگی های به همه ما شما معلوم هست که ما اگر امروز خردا جوانا و نوجوانای امت هستیم، در آینده نزدیک بزرگای امت ما و شما هستیم. این امت را که در آینده نزدیک رهبری خواهد کرد و شما خواهد بودین، پس این امت و این خردا و یا نوجوانا و جوانا و بزرگا باید بزرگ اندیش باشن، باید فعال باشن، باید خوب باشن، باید آیندنگر باشن، باید روشن باشن و باید روشنگر باشن. بخاطر از این ویژگی های یک متعلم فعال و خوب را بیان میکنیم، بخاطر که یک متعلم در جامعه خود من حیث الگو تبارز میکنه، الگو میباشه. آلی اگر یک انسان عادی اشتباه بکنه و یک اشتباه هست، ولی اگر ما تو اشتباه بکنیم او یک امت و یک نسل اشتباه کرده. یک روز امام ابو حنیفه رحمه الله با یکی از دوستایی که از مسیر میگذشت برش گفت متوجه باش که نلغزی. گفت جناب امام متوجه باش که تو نلغزی. آله هم متوجه باشیم که ما نلغزیم، از ما کدام اشتباه صورت نگیره، از ما کدام نقطه منفی دیده نشوه. پس ویژگی هایی که باید یک متعلم فعال و خوب داشته باشه، اولی هست که اخلاص و طهارت ظاهر و باطن. اخلاص یعنی کردار ما، گفتار ما، هدف ما، زندگی ما، خوردن ما، نوشیدن ما، قدم زدن ما، برنامه ما، قلم ما، قدم ما، همیش فقط و فقط به خاطر الله. از شما سوال میکنم و ایره بلند پاسخ بده: بنده ای کی هستیم ما؟ الله. خالق ما کی هست؟ الله. رازق ما کی هست؟ الله.
یک ما را زندگی بخشیده او کی هست؟ الله. یک ما را از این دنیا میبره کی هست؟ الله. پس آیا لازم هست که کار ما و برنامه ما بخاطر غیر خدا باشه؟ نه خیر. باید فقط بخاطر ما الله زندگی بکنیم. بخاطر کسی زندگی بکنیم که ما را زندگی بخشیده. بخاطر کسی برنامه بگیریم که این برنامه را تأسیس کرده، این برنامه را برای ما ساخته. جناب استاد رؤوفی در ابتدا گفتن، گفت صاحبی را نه ما خواستیم و نه خودش آمده، الله ایجا آورده. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگر فضل پروردگار نمی بود میگفت یکتون تزکیه نمی کردم، ابدالابد تزکیه نمی کردم، پاکتون نمی کردم، زیبایی درون نمی بخشمتون. این الله هست که ما را قدم بخشیده و ما را برنامه داده که باید حرکت بکنیم و اینجا صحبت بکنیم، ورنه جای ما کجا هست و اینجا کجا هست؟ خیلی فاصله داره. تدبیر الله اکبر. تدبیر الله اکبر. علم عبادت دل هست. وقتی که به نماز استاد میشیم، یکی از شرایط نمازی هست که باید وضو بگیرم، بعد نماز درست میشه، چون عبادت هست. این علم زمان درست میشه، این علم زمان مورد پسند الله متعال قرار میگیره که عبادت دل ما یعنی اخلاص در درونش باشه، اخلاص باشه درون این دل که به خاطر چی قدم میزنیم. سفیان ثوری رحمه الله که از خانه خود خارج میشد، در پیشوی در یک دفعه استاد میشد، پیشوی دروازه خانه خود یک دفعه استاد میشد که من قدم میزنم و یکی من حرکت میکنم به کدام طرف، به خاطر چی هست؟ یک دفعه تجدید نیت میکرد، بعدش حرکت میکرد. من بعد از خانه ایتون که خارج میشین، من به طرف مکتبتون، به طرف مرکز آموزشی و تربیتی قدم میزنین، یک دفعه استاد شوین که من قدم میزنم به خاطر چی؟ من کتاب اوجر میرم، خود را زحمت میدم و با این وضعیت نامطلوب کشور، من تا به اون مرکز آموزشی رو قدم میزنم به خاطر چی؟ آیا به خاطر انسان های ضعیف؟ نه خیر، فقط و فقط به خاطر کی؟ الله متعال. باور بکنین، اینه بیادتان باشه، کسی که زندگیش، برنامهش، تمام کاروبارش، خوردن و نوشیدن، درسش و تدریسش همیش به خاطر الله باشه، او رشد میکنه، او ترقی میکنه. به خاطر یزی که ما وقت و زمانی که به یک منبع قدرت که او الله هست به او وابسته باشیم، باز ما انسانهای ضعیف قوی میشیم. اگر خود را وابسته به انسانهای ضعیف ساختیم، کار ما به خاطر پدر، درس ما به خاطر مادر، وظیفه خانگی ما به خاطر استاد باشه، باز هیچگاه رشد نخواهد کردیم. همه ابعاد زندگی خود را باید برنامه ریزی بکنیم بر اساس از اینکه الله از ما راضی شوه. تمام مردم دنیا که از شما راضی باشه، تمام مردم دنیا که از ما راضی باشه، پدرم از ما راضی باشه، استادم از ما راضی باشه، الله از ما راضی نباشه، چی در دل دوات خواهد کرد؟ اینکه الله راضی نباشه. و اینم بیادتان باشه، هیچگاهی مخلوق و انسان ازتان راضی نمیشه تا زمانی که در نفع انسان ها کار بکنین، تا زمانی که موافق میل انسان ها عمل بکنین. شما انسان های خیلی خوبی هستین، اما یک روزی اگر خلاف میل و خلاف طبیعتشان کدام برنامه ای ساختین، کدام کار کردین، با تمام خوبی هایتان رو در یک روز فراموش میکنه. پس چرا ما کار رو به خاطر انسان های ضعیف انجام بدیم؟ این امیر اخلاص گفته میشه که اولین ویژگی یک متعلم فعال و خوب این هست که این متعلم کار و برنامه ایش فقط و فقط به خاطر خدا باشه. باورمند به این باشین، اگر میخواهین رشد بکنین، این رشد در خیل خواندن نیست، این رشد در خیل نوشتن نیست. اگر کارت یعنی خواندنت کم هم باشه و نوشتارت کم هم باشه، درس خواندنت کم هم باشه، اما به خاطر ذات بزرگ باشه، باور بکنید که شما یک انسان هدفمند در آینده خواهد بودید، یک انسان بزرگ و یک بزرگ اندیش خواهد بودید در آینده. بیشتر جناب زاهد کوچکی که صحبت میکرد در مورد توحید، چند ساله است جناب زاهد؟ 8 ساله هستم. در اینجا تا به تریبون میکروفون نمیرسید. یکی از بزرگا میگه نیم کلو باش ولی مرد باش، نیم کلو باش ولی مرد باش. ما خیلی از انسان های نیم کیلو داریم. تکبیر الله اکبر. او کوچک هست اما بزرگ هست. اینو میفهمین ان شاء الله. از دید سن خود کوچک، اما از دید برنامه خود، از دید مفکوره خود، از دید اندیشه خود بزرگ. از مورد توحید پروردگار صحبت میکرد، سخنایی میگفت که از قد و قامتش بزرگتر بود. این انسان ها آینده خیلی روشن دارن ان شاء الله.
و این برنامه‌ای که ما اینجا صحبت میکنم، من متأکد و باورمند هستم که این مرکز آموزشی مبنا و اساس است به خاطر خدمت به خلق خدا ساخته شده. من اینو فکر میکنم به خاطری که مجلس امون لحظه‌ای که ما اینجا پایین شدیم آمدیم، این مجلس یک نوع معنویت داره، یک نوع زیبایی داره که اون زیبایی گاه اوقات به چشم دیده نمیشه. پس اخلاص عبادت دل هست و همچنان که ایره طهارت ظاهر یا باطن، طهارت باطن هم گفته میشه. درون انسان باید پاک باشه، قلب انسان باید پاک باشه، به خاطر از اینکه علم پاک هست در محل ناپاک جای نمیگیره. هر کلمه‌ای که امروز دیگه گفتش کلمات پاکی بود، کلمات پاک در محل ناپاک جای نمیگیره. شما این حدیث را حتما خوانده این، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه در خانه‌ای که تصویر باشه یا یک سگی وجود داشته باشه دور از پاکی مجلس باشه، میگه در او خانه ملائک رحمت داخل نمیشه. در او خانه‌ای که تو چیزا باشه ملائک رحمت داخل نمیشه. در قلبی که حسد، کینه، بغض، عداوت، دشمنی، ریا، خودپسندی، خود برتری طلبی باشه، چه قسم در او قلب علم جای خود گرفت؟ این قلب باید یک دفعه پاک شوه از رذایل تا فضایل درونش پایین شوه. این قلب باید از بدی ها پاک شوه تا خوبی ها درونش جای بگیره. پس اولین ویژگی متعلم فعال و خوب و بزرگ و بزرگ اندیش این هست که باید کارش بخاطر کی باشه؟ الله متعال. فقط و فقط بخاطر الله. با شما رنجم نمیبینن، شما اذیتم نمیشین، شما خسته هم نمیشین از این کارتان. گاهی اوقات میبینین یک جای برنامه رو ما تعقیب میکنیم تا یک جایی ره، میگم دیگه کفایت میکنه، لذت بخش نبود، مزه نداد. چرا تو میگم خود تقدیر نشد، ما رو کس تقدیر نکرد، ما رو کس آفرینی نگفت. انسان ها شاید نگوی براتون آفرین، اما اگر موافق برنامه خدا ما کار بکنیم و به خاطر خدا کار بکنیم، بازو از ما راضی هست، بازو ما را رشد می در دنیا و آخرت، ما مترقی و فعال می باشیم. امام شافعی رحمه الله میگه، میگه علم نور هست، او را با تاریکی گناه خاموش نکن. بعضی کسا گاهی اوقات پرسان میکنه، میگه حافظه در چی قوی میشه؟ حافظه من خیلی ضعیف، سر چی میخوانم به یاد من نمیه، پس زودتر فراموشم میشه. امی قسم امام شافعی یک روز به استاد خود شکایت کرد که من ضعف حافظه سوی حافظه دارم. گفت گناه را ترک کن، گناه و معصیت را ترک کن، به خاطر که علم نور هست، توسط تاریکی گناه خاموش میشه. پس اولین ویژگی اخلاص. دومین ویژگی متعلم فعال و خوب ای هست که فارغ ساختن دل و جسم و بدن و فکر فقط و فقط به خاطر علم که خود را فارغ بسازه. کسایی که وابسته باشن، وابسته به چیزهای دون و پست و بی ارزش، اونها زندگیشان هم دون و پست می باشه، زندگیشان هم کوچک می باشه. امروز گاهی اوقات از بعض جوان ها از پهلویشون، بعض جوان ها از پهلویشون که میگذری یا صحبتشون در مورد سالگیره هست، این سالگیره خودش رو تجلیل کنه، یا برنامه‌شون در مورد چی است، امشب تا ساعت چند گیم زدی، آخرین استایل لباس کدام خواد بود، آخرین استایل که برای آرایش انتخاب بکنم کدام خواد بود، بین که یک دفعه انتخاب بکنم آخرین استایل برای آرایش. آیا متوجه ازی بودیم که گاهی اوقات که ما فکر خود آرایش کنیم که آخرین استایل برای آرایش فکر چی است؟ که فکر چه قسم آرایش میشه؟ این گپال گذشت، این گپال گذشت که ما ظاهر خود را زیبا بسازیم که مردم متوجه ما شوند. ما در یک جلسه ای که داخل میشیم مردم متوجه لباس می باشه، خصوصا طبقه خواهرها خیلی متوجه لباس می باشه، لباسش این قسم لباسش این قسم بود و برادرها همچنین. وقتی که از برنامه خارج میشن مردم متوجه فکرتون میشه که کدام مفکوره داشت، اندیشه‌ش چی بود، سخنش چی بود. او گپال گذشت. حال روی شخص کار نکنن، روی شخصیت خود باید کار بکنیم، شخصیت سازی بکنیم. حال او گپال گذشت که آخرین گیمی که یک دانلود باید شوه و من از اینترنت بکنم کدام گیم خواد بود، ای آی جی آی خواد بود یا جی تی خواد بود، کدامش من بگیرم. گپال گذشت. آیا گیم پابجی و نو آپدیت شماره یا نه خیر. او گپال گذشت. حال کار بکنین، خود را بسازین، امت را بسازن، آینده را بسازن، خود را کوچک فکر نکنن. ما کوچک نیستیم اگر ذهن ما کوچک نباشه. شما فکر نکنید گاهی اوقات در ذهن ما میه که او کسایی که در او جاها رسیدن خیلی دور از ما، او کارهایی را کرده که ما تو نکرده. کسایی که در جایی رسیده که ما تو نرسیدیم، اونها کارهایی را انجام داده که ما تو انجام ندادیم. خود را فارغ بسازن.
با این سریال دیدن ها، با این بازی کردن گیم ها، با این تفریح های بیجا ما به جایی نخواد رسیدیم. من مخالف تفریح نیستم، شما تفریح دارین حتما، جای تفریح رفتن، جای به اصطلاح استراحت، اینی که خود را راحت بسازیم مشکل نداره کسی براوه. گاهی اوقات به خاطری که ذهن خود را آرام بکنیم، گاهی اوقات مشکل نداره که ما یک گیم هم کار بکنیم، مشکل نیست. اما اگر وقت و برنامه ما 3 ساعت ما 2 ساعت ما به این ضایع میشه، والله قسم خسران کردیم، زیان کردیم. بگذارید چیزها را. روز مر یک رفیق من میگه تو در موبایلت یک گیم نیست اگر یک چند دقیقه. گفتم اشتباه را اجرا نمیکنم. جالب است. چرا در داخل موبایل من یک کتابخانه نباشه؟ در داخل موبایل من چرا یک برنامه مفید نباشه؟ ما اگر خود را فارغ نسازیم، میفهمین ما تمام وجود خود را برای علم میریم، تمام وجود خود را، 10 سال خود را، 20 سال خود را، 30 سال خود را، علم یک جزءش را به ما میده، علم یک جزء خود را به ما میده. متوجه هستین؟ درس میخوانیم میخوانیم، بالاخره متخصص این میشیم که دکتر چشم، متخصص چشم. سالها و سالها درس میخوانیم، در یک جزئی از انسان ما علم حاصل میکنیم. تو تمام وجود خود را داده، چه برسه به اینکه ما در 24 ساعت 5 دقیقه خود را برای علم میدیم؟ با چی اندازه علم کسب خود کردیم ما؟ باید خود را خوب فارغ بسازیم به خاطر علم، شب و روز خود را برنامه‌ریزی بکنیم، هم به خاطر خواب خود، هم به خاطر درس خود، هم به خاطر تفریح خود، هم به خاطر خوردن خود، هم به خاطر نوشیدن خود، یک برنامه‌ریزی 24 ساعته داشته باشیم. برنامه‌های غیر مفید را از برنامه‌هایتان حذف بکنید، که باز یک زمانی میآید که باز ای کاش می کاش به درد نمیخوره، که ای کاش اینو میکردم، ای کاش فلان کار را انجام میدادم. قبل از اینکه به ای کاش، کلمه ای کاش استفاده بکنی، از امروزت استفاده بکو. این روز، این فرصت، امی لحظه باز بر نمیگرده. امی روز پنجشنبه که ما در اینجا حضور داریم و امی لحظه امی صحبت هایی رو میکنیم، قبلا که من گفتم این لحظه بر نمیگرده، اون لحظه گذشت. آره، اون لحظه دیگه بر نمیگرده، اون رفت. از این لحظه ها خیلی مفید استفاده بکنیم. عمر به این اندازه نیست که میگه یک نفر رو پرسون که چند سال عمر کردی، میگه 70 سال. این 70 سال عمر نیست. چقدر مفید بودی، چقدر بالای خود کار کردی، چقدر برای خود برنامه ساختی. اکبر، عمر ما از مفید بودن حساب میشه که چقدر مفید بوده. اگر 5 سال برای خود کار کردی، برای امتت کار کردی، برای آینده این نسل، نسل آینده کار کردی، به ما اندازه عمر داری. خیلی از انسان ها ما در دنیا داریم که نیستن ولی هستن، زنده نیستن ولی هستن، هنوزم زنده هستن. ولی خیلی از انسان ها داریم که زنده هستن ولی مردن. اگه پارا خوب دقیق شوه، کسی که برنامه نداره فقط زنده، و کسی که برنامه داره و حقیقتا زندگی میکنه، و کسی که درس داره، تدریس داره، فعال هست، او زندگی داره. خیلی از انسان هایی داریم که فقط زنده هستن، نفس میکشن. ما به خاطر نفس کشیدن، به خاطر زنده بودن خلق نشد که ما زنده باشیم. ما به خاطر زندگی کردن. زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی فعال بودن، یعنی خوب بودن، یعنی مفید بودن، یعنی مثمر بودن. سومین ویژگی متعلم فعال و خوب، ادب در مقابل استاد است. من 3 سال میشه در پوهنتون درس خواندم. سمستر 6 پوهنتون کابل هستم، 15 شرایط. این خوبی خود بیان نمیکنم. تا به حال من در جای استاد ننشسته. چرا؟ که او جایگاه من نیست. من در جای استاد تا به حال ننشسته. هیچگاه این جرأت را برای خود نمیده که جای استاد من بنشینم. ادب اجازه نمیده. امام ابو حنیفه رحمه الله از طرف شب که میخوابید پای خود طرف خانه استاد نمیکرد که بی ادبی نشود. پدر را خیلی احترام داریم، مادر را خیلی احترام داریم، خیلی دوستشان داریم. اونا سر جسم ما کار میکنه که جسم ما تربیه شود. استاد سر روحتان کار میکنه، استاد سر فکرتان کار میکنه، استاد سر رشدتان کار میکنه. استاد درد درونی که داره، کاش در جای استادی میرسن که چقدر درد داره تربیه کردن، چقدر غیرحاضری یک شاگرد در مکتب چقدر درد داره، ناوقت آمدن یک شاگرد و یک متعلم در سن چقدر درد داره. کاش میفهمیدیم. تا زمانی که ما اون مسیر استاد را طی نکرده باشیم، اون تجربه های تلخی که استاد داره، تا زمانی که او را طی نکرده باشیم، ما خیلی متوجه از چیزها نمیشیم. ما این درد را درست نمیفهمیم. من شاید یک 8 سال میشه یا 9 سال میشه تدریس میکنم در بعضی مدارس و مکاتب بعضی جاها برای طبقه خواهرها و برادرها. اینا من میفهمم که ناوقت آمدن چقدر درد داره. اینا من میفهمم که وقتی که درس میده، در داخل درس نیم ساعت از درس گذشته یک شاگرد در سن داخل میشه، خیلی درد داره. چرا که هم سنف را بی برنامه می سازه،
هم استاد را بی برنامه میسازه، هم امو تسلسل درس فراموش انسان میشه. ادب در مقابل استاد باعث رشدتان میشه. سه کمبوتی ها گاه اوقات در مراکز آموزشی دیده میشه، سه کمبوتی که ایره از رشد ما را میمانه، از رشد ما را عقب میکشه. اول ما گاه اوقات در مقابل استاد خوب مؤدب نمی باشیم، خیلی خوب مؤدب نمی باشیم، در مقابل کتاب خیلی مؤدب نمی باشیم، در مقابل درسگاه خود اما قوانین و ضوابط و شرایطی که داره ما خوب رعایت نمی کنیم. آیا ما مهمان خانه داریم؟ حتما در خانه خود مهمان خانه داریم. ایجا مهمان خانه شماست، به مو اندازه حفاظتش کنن، به مو اندازه متوجه جای باشن. و استاد شما پدر معنوی شما هست. اساتیدی که در ایجا دارن که همه ایشان از توحید پروردگار، از وحدانیت پروردگار، از خلوتهای شبانه با پروردگار صحبت میکنن، ای تو استاد را پیدا نخواد کرده. اگر میخواهند که رشد بکنن، یگانه چیزی که انسان را بر کمال رشد میرسانه، البته در حد انسانی، او ادب در مقابل استاد هست. امام شافعی رحمه الله میگه، استادش امام مالک هست، میگه من در پیشروی امام مالک صفحه کتابچه خود را یا صفحه کتاب خود را آهسته آهسته صفحه میزدم که این سر و صدا نکنه، استاد ما تکلیف نشه و استاد ما آزرده نشه. خود ما خود را مقایسه بکنیم که در مقابل استاد ما برخورد ما در مقابل استاد ما چه قسم هست. آیا گاهی اوقات که در صف داخل میشیم با استاد خود سلام میدیم؟ استاد محترم خوب هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله. استاد را دست کم نگیرین. اگر رئیس جمهور تربیه میکنه، استاد تربیه میکنه. اگر وزیر تربیه میکنه، استاد تربیه میکنه. اگر انسان های متعهد و مخلص تربیه میکنه، استاد تربیه میکنه. موتور که تربیه کرده، استادای موتور تربیه کرده. موتور که همین قدر درس داده که ما بیتیج بیایم صحبت بکنیم، استاد بوده. قدر اینها را بداند. اینها انسان های نخبه و ویژه هستند، انسان های بی بدیل هستند که کم پیدا میشن. اگر میخواهید که رشد بکنید، اگر میخواهید که خوب باشیم. و گاهی اوقات استاد بالای کس قهر میشه. از قهر استاد ما آزرده نشد. امام شافعی رحمه الله میگه کسی که تلخی زمان دانش اندوزی را و دانش آموزی را تلخیش را تحمل نکنه، میگه چهار تکبیر بالایش بخونن که مرده. چهار تکبیر بالایش بخونن که مرده. گاهی اوقات یعنی خشن شاید باشه، یا گاهی اوقات قهر شه، و یا گاهی اوقات وظیفه خانگی ناورده باشی، سر انسان قهر میشه. شما در مقابلش برخوردی اما قسمی نداشته باشین، اصلا برخورد در مقابل برای تو اشتباه. درست استاد گرامی، او هست که با شما رشد میکنه، او هست که شما ترقی میکنین، او هست که شما فعال میشین، او هست که شما او زمان در جای استادتان میرسین. میمون بن مهران میگه با استادت مجادله نکن، به خاطری که ضرر به استاد نمیرسه، ضرر به خودت میرسه. چرا که تو از علم استاد محروم میشی، استاد از تو محروم نمیشه، به استاد چی ضرر میرسه؟ تو که در مقابل استادت واکنش زشت نشان میدی، استاد ضرر نمیکنه، خودت ضرر میکنه. خودت از علم یک صفحه علم دو صفحه علم محروم میشی، از درس امروزت که دیگه شاگردا دیگه همسنفیای 4 ساعت 5 ساعت و 6 ساعت از تو ترقی کردن، از تو پیشرفت کردن، و تو عقب مونده به خاطر یک واکنش نادرست در مقابل استاد. پس این باعث ضعف خودت میشه، باعث شکست خودت میشه. نباید چنین شود. چهارم ویژگی که متعلم فعال و خوب داشته باشه، استفاده از وسایل تعلیم هست. ما در سر سفره که میریم یا در جایی که مهمان میباشیم سر سفره، اگر در سر سفره چیزی نباشه، نشستن ما در اون جای مفید خواهد بود به نظرتون؟ که ما سفره را مشاهده کرده برای؟ که ما برای موجه سفره را ببینیم، که ما سفره برای دیدن سفره آمدیم؟ عالم، شما اگر وقت ما شما در یک جای در مرکز آموزشی یا در مکتب که میایم، اگر همراه ما کتابچه، قلم و وسایلی که دیگه ضرورت هست نباشه، پس آمدن ما به چی معنا هست؟ یعنی به این معنا که خودمان برای خودمان نزد خودمان ارزشمند نیستیم، و استاد ما هم چندان ارزشمند نیست برای ما، و این مرکز آموزشی و تربیتی هم برای ما ارزشمند نیست، و این انسان هم چندان روش نخواهد کرد اگر با خودی وسایل را نداشته باشه. از ویژگی های متعلم فعال خوب و خوبی است که وقتی که در میدان تعلیم و تعلم و آموزش و دانش اندوزی داخل میشه، وسایل زیر باید داشته باشه. بی غیر داشتن وسایل ما نمیتونیم به اهداف مطلوب خود برسیم. پنجم ویژگی که یک متعلم فعال و خوب داشته باشه، صبر و شکیبایی. من میفهمم که نشستن در اینجا تا به حال شاید 2 ساعت یا 2.5 ساعت یا 3 ساعت دیگه نشسته بودین شما، و شاید چند دقیقه هم بنشینیم، این صبر کار داره.
کسی که میخواهد که به اهداف بزرگ خود برسه صبر بزرگ کار داره. و کسایی که به اهداف بلند رسیدن، اونها گرسنگی ها را سپری کردن، اونها سردی های زمستان را سپری کردن، گرمی های تابستان را سپری کردن. امو هیبت استاد را و گاهی اوقات امو رفتار خشن استاد را اونها تحمل کردن که به اون جایها رسیدن. عادی آدم نمیتونه رسیده بتونه رسیده. وقتی که ما در یک باشگاه ورزشی داخل میشیم، استاد یک چند بوکس ما را میزنه، استاد ما را میزنه و میکوبه، و به این معنا نیست که استاد با ما دشمنی داره، به این معنا هست که در آینده باید یک شخصیت پخته باشی، یک شخصیت فعال باشی. او با تو دشمنی نداره. پس در مقابل تو اذیت ها، چی اذیت طبیعی باشه و چی اذیتی که در اینجا شما می نشینین زحمت میکشین، در این شرایط می این در اینجا درس میخوانین، این صبر کار داره. نمیتونه که ما به مدارج بلند علمی و جایگاه های بلند و اهداف بلند خود ما بدون صبر برسیم. هر کسی که با این مقام بلند رسیده حتما یک انسان صابر و قوی بوده، حتما یک انسان با استقامت بوده. و ایترم نمیشه که ما یک روز در درس حاضر باشیم، در ماه 15 روز حاضر باشیم، 15 روز غیر حاضر. چی کار داشتی؟ امروز ما یک جای دعوت بودم. چی کار داشتی؟ امروز یک جای عروسی بود. چی کار داشتی؟ امروز یک جای فاتحه بود. چی کار داشتی؟ امروز یک رفیق من مرا گفت در فلان جا برویم. چی کار داشتی؟ استاد نشد. استاد نشد. یعنی چی میخوای از آینده زندگیت؟ در آینده چی میخوای؟ چی شوی؟ همون روزی که تو نمیای در درس حاضر نمیشی و همسنفیات حاضر میشه، همسنفیات 6 ساعت از تو بیشتر رفتن، 7 ساعت از تو بیشتر رفتن. اگر در روز غیر حاضری میکنی، 10 ضرب 7 چند میشه؟ 70. 70 ساعت همسنفیات از تو مقدمتر رفته. حالا تو مقایسه کن به کجا میرسه؟ یه محاسبه کن رایت به کجا میرسه؟ این صبر و شکیبایی کار داره. امام نووی رحمه الله میگه کسی که به ذلت دانش آموزی صبر نکنه همیشه سرگردان خواهد بود. از این دروازه که خارج شوین برین، و کسایی که تعلیم و تعلم نکرده آرزوی چی است؟ میگه ای کاش جای تو میبینم که درس میخوندم، ای کاش جای تو میبینم که این فرصت برای من مساعد میشد. از پدر و مادر خود پرسان بکن مگر درس نخوانده باشن، پرسان بکنین که آرزوی چی است. میگه ای کاش من به جای تو میبودم امید جوانی برمیگشت، بر نمیگرده. چند لحظه قبل براتون گفتم که اون لحظه بر نمیگه، اون 10 دقیقه قبل رفت، اون 10 دقیقه قبل رفت، باز بر نمیگرد. همین لحظه که صحبت هایی رو میکنم این هم بر نمیگرده. از این فرصت ها استفاده کنن که فرصت ها بر نمیگرده. آمدن استاد هم دیگه بر نمیگرده. تکبیر ما جناب روفی صاحب میگه آمدن نصرت بر نمیگرده. اگر توفیق برادرگار باشه در این مکان پرمعنویت، اگر خدا توفیق داد باز خود آمدیم، ولی این فرصت بر نمیگرده. راست میگه، این فرصت بر نمیگرده. ابن عباس رضی الله عنه میگه، میگه ذللت طالبا فعززت مطلوبا. میگه ذلت و خاری وقت دانش را، وقت طالب علم بودن را، وقت شاگرد بودن را، من ذلتش را تحمل کردم که به عزت مطلوب خود رسیدم. امروز در بین مفسرین که از مفسر صحبت میشه باید نام عبدالله بن عباس رضی الله عنه ما را بگیری. در حجاب که صحبت میشه باید نام فاطمه و عایشه را بگیری. در مورد صداقت که صحبت میشه باید نام ابوبکر را بگیری. در مورد عدالت که صحبت میشه باید نام عمر فاروق رضی الله عنه را بگیری. در مورد مردان میدان یا مردهایی که در داخل میدان خوب رز میدن، نام حسن و حسین را باید بگیری. اونها کارهایی را کردن، انجام دادن که امروز الگو هستن برای ما. اونها خیلی راههای سخت و دشوار را سپری کردن که به آسانی ها رسیدن. و کسایی که در شبهای امتحان اشک میریزه، او کسایی هستن که قبل از امتحان عرق نریختاندن. اگر قبل از امتحان یک کمی عرق میریختاندن، کمی درس خود ریاض میکردن، باز شب امتحان گریه نمیکردن، باز بعد از امتحان برای استاد نمیمیدن که استاد خیر است کمی کمک، اصلا نکو کمک. گاهی اوقات بعضی همسنفی ها یا جایی اگر باشیم در مراکز آموزشی، بعضی جاها نقل میکنن، نقل خیانت است رو میفهمیم. امت رسول الله خائن نمیباشه. من غشنا فلیس منا، کسی که با ما خیانت میکنه جمله امت ما نیست. در 6 سمستر ما تا به حال یک کلمه هم نقل نکردیم. در 6 سمستر یک زیر و زبر، محصل شرایط هستم، یک زیر و زبر تا به حال ما نقل نکردیم. 4 سمستر اول نمره بودم، در 2 سمستر یک کمی پس رفتیم، دوم و سوم هستم. این شما فکر میکنید که با خیانت باید پیش برویم؟ درس خود را پاک بخوانیم، برنامه خود را پاک بسازیم تا یک انسان پاک، انسان مفید برای آینده خود باشه. این ذلت ها و سختی ها را تحمل بکنید.
ای آفتاب را تحمل بکن تا با سایه برسن شما. زمستان که بگذره باز بهار میه. یک طفل در شکم مادر بعد از نوم مادر باید سختی ها را سپری بکنه، بعد یک طفل زیبا تولد میشه. یک دفعه ای نمیشه. 12 سال مکتب بخون، بعد از امتحان کنکور را سپری کردم تا غیر صورت نه. 12 سال درد را تحمل بکن. 4 سال لیسانس را دردش را تحمل بکن تا به یک جایی برسه که راحت باشی، دیگه راحت شوی. و به خاطر راحت سازی مردم کار بکنی. هم خوب باشی، هم مفید باشی، هم برای مردم برنامه‌ایت برسه، هم مستفید شون مردم از تو. و آخرین چیزی که ما ویژگی را در خود داشته باشیم، ما من حیث یک متعلم احساس مسئولیت بکنیم. ای امت و ای کشور، خصوصا امت اسلامی و خصوصا مردم وطن ما، شما خیلی درد داره. مردم چشم امید به ما شما دوخته. خیلی با این مردم خیانت شد، خیلی با این مردم غدر شد. هر کس الا به استثناءات را نمیگم، هر کس به اندازه توان خود با این مردم خیانت کردن. از اولین فرد تا پایین ترین فرد، هر کس به اندازه توان خود خیانت کرد. عالم دین هم گاهی اوقات عدهش به یه دین خیانت میکنه، استاد هم گاهی اوقات خیانت میکنه، شاگرد هم گاهی اوقات خیانت میکنه. اما ما نباید خائن باشیم، ما نباید در فکر خیانت را داشته باشیم. امت چشم امید به ما دوخته. امروز اگر ما خرد هستیم آینده بزرگ میشیم. امروز اگر خرد هستیم آینده نوجوان هستیم. اگر امروز نوجوان هستیم آینده جوان هستیم. اگر امروز جوان هستیم آینده بزرگ هستیم. مردم از ما تقاضا داره، مردم از ما برنامه میخواه. در قبال امت در من احساس مسئولیت بکنه. وایس قرنی رحمه الله از طرف شب بریه میکرد. وایس قرن را نام شنیده این شما، حتما شنیده این انسان های بزرگ، حتما نامش برای ما میرسه، حتما اگرچه نبینیمش و نامش برای ما میرسه. وایس قرنی از طرف شب گریه میکرد، میگه الله به خاطر امت رسول الله که پا برهنه هستن و شکم گرسنه هستن، مرا مؤاخذه نکن، توانایی ندارم. همه قدر درد داریم گاهی اوقات که مردم گرسنه هستن، مردم درد دارن. این مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه، مردم ما از علم، خیلی از اکثریت مردم ما از علم محروم هستند. این مفکوره و انگیزه براتون پیدا شده گاهی اوقات و باید پیدا شوی در ما. خود را کم فکر نکنید. والله قسم هر هدفی که در فکرتون داشته باشین، این خوابهای دیروز، رویاهای دیروز حقایق فردا هست. من خود ما بعضی آرزوهای در فکرم میگذشت که امروز مانند آب نوشیدن هست، همینقدر آسان هست. اما یک زمان برام خیلی سخت معلوم شد ولی این مفکوره رو داشتم که باید برسم به یه جایی. و شاید مفکوره های دیگری هم داشته باشم، والله قسم میرسم. به مو اندازه سر خدای خود اعتماد دارم که میرسم. کار بکنیم، زحمت بکشیم. از ما پدر ما تقاضا داره، مادر ما تقاضا داره. پدر و مادرای شما کجا هست؟ یکیش در خانه مصروف کاروبار هست که برای تو دیگ پخته بکنه که یعنی نزدیک ظهر دانه چاشت پسر ما و دختر ما آماده باشه. و پدر خب میفهم این کجا میباشه. قدر اونها را بدانه که اونها با خاطر رشد ما کار میکنن تا ما رشد بکنیم. اونها درد میکشن تا ما تو درد نکشیم. سر آرزوهای اونها خاک نیندازیم، سر آرزوهای امت خاک نیندازیم. از ما سوال میشه، از ما پرسان میشه، هم مردم از ما پرسان میگن در نزد خدا مسئول هستیم. به هر اندازه ای که رشد بکنی به ما اندازه مسئول هستی. تصمیمتون رمزی لحظه بگیرین که یک برنامه‌ریزی برای مکتب آمدن داشته باشیم، برنامه‌ریزی برای خانه داشته باشیم، برنامه‌ریزی یک دعوتی داشته باشیم. جناب استاد رفیع و جناب ایوبی سه یادآوری کردن که مکتب نه تنها مکتب برای درس خواندن، بلکه مرکز دعوتی هم است. الحمدلله از ما و شما خیلی تقاضا هست. این دین به یوت آسانی نرسیده. ای پیامی که جا گفته میشه به تو آسانی نرسیده. ای پیامبر خیلی دردها را تحمل کرده. ای پیامبر دیوانه گفته شده، مجنون و ساحر و دروغو گفته شده، جادوگر گفته شده، از شهرش خارج کرده شده، بالایش خاک انداخته شده، در داخل دیگش زهر انداخته شده. ابوبکر به خاطر دین جان داده، عمر به خاطر دین جان داده. و ما توی تاسانی به اهداف مطلوبی که کدام هدف مطلوب داریم به تاسانی نمیرسیم و باید مسیر و راه اونها را تعقیب بکنم تا برسیم. امیل حضرت تصمیمتان رو بگیرم
برای که شما اول نمره کانکور باشه در اولین دفعه اول نمره کانکور بعضی کسا خواهد اوه اول نمره کانکور من خوب پول ندارم امی چند سال پیوست کسایی کامیاب میشه که پول ندارن اول نمره کانکور میشه شما این سال رو تعقیب بکنید که کی اول نمره کانکور شده فقیرترین افراد اید رشد و ترقی به پول نیست که پول جیبهای ما از پول خوب پور باشه نخیر اگر برنامه در فکر خود داشتیم ذهن ما از اهداف بلند پور بود به زودترین فرصت میرسه فکر نکنید که اونها رسیدن ما نمیتونیم شما میرسه و آخرین گپایی که دارم وقتی که در سن داخل میشیم حیبت استاد را مد نظر داشته باشیم در نظر گرفتن حالات استاد که استاد گاهی اوقات غمگین میباشه شما خود را غمگین در مقابلش نگیرید که استاد بگیم استاد امروز چرا تو بود نه خیر طبیعت انسان از قلب گاهی اوقات یک لحظه غمگین یک لحظه شاد یک لحظه در حالت یک قسم میباشه قلب امروز خاطر تقلب قلب و قلب گفتم میشه که دیگرگونی داره خیلی. یک لحظه خوشحال یک لحظه ناخوش یک لحظه در اوج شادی یک لحظه در عمق شما گفتین اکثریت گپای شما در مورد استاد بود ما این مسیر یک کمی رفتیم به اون خاطر یک کمی درد داره امام مالک رحمه الله میگه وقتی که قبل از اینکه من به درس حاضر شوم میگه من وضو میگرفتم عطر استفاده میکردم موهای خوش آدم میکردم بعد از به درس میرفتم یعنی خیلی منظم خیلی مرتب همزو خاطر است که سالها میگذره قرنها میگذره ما میگیم امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله گپای ما تمام شد امیدوارم از گپای ما اگر چه گپا شاید تکراری بوده باشه براتون بارها شنیده باشین ولی از شما تشکری میکنم از حوصله مندیتون از آمدنتون از تشریف آوریتون که گپ ما رو گوش گرفتین من این حیث یک متعلم دیگه صحبت کردم به خاطر که من فعلا متعلم محصل هستم استاد گرامی ایج ما ایج تشریف دارن اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و آله بوده اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده اشتباه لفظی خطای گفتاری یا علمی اگر از من صورت گرفته باشه بزرگواریتون عفو بکنن خیلی سپاسگزار هستم از شما از اساتید گرامی جناب مدیر صاحب محترم از جناب رئوفی صاحب و اساتید گرامی و شما همسنفیای گرامی خیلی سپاسگزار هستم ممنونتان تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته